بهترین راهبرد برای آموزش جنسی باز کردن باب گفتگو درباره مسائل جنسی از سنین پایینه این زمان میتونه از 13 تا 24 ماهگی باشه این کار به والدین امکان میده تا بتونن خودشون رو برای گفتگوهای جدیتر در سنین بلوغ آماده کنن چون اون موقع نوجوان فکر میکنه همه چی رو میدونه و اگه این ارتباط قبلا ایجاد نشده باشه به خوبی پذیرای صحبت والدینش نخواهد بود صحبت در مورد مسائل جنسی باید مناسب با سن مرحله رشد و درک و فهم کودک باشه این گفتگو باید طوری باشه که قبل از دو سالگی وقتی کودک شروع میکنه به نامیدن و تشخیص اندام های مختلف بدن اندام جنسی رو هم بشناسه و اسمشون رو بدونه تنها با دونستن اسم اندام های جنسی که کودک میتونه در صورتی که دردی داشته باشه یا از نظر جنسی آسیب دیده باشه مشکل رو با والدینش درمیون بذاره بچه ها باید بدونن که جنسیت افراد با هویت جنسی فرق میکنه صرف داشتن اندام جنسی نر یا ماده تعیین کننده هویت جنسی فرد نیست علاوه بر این افراد میتونن سلایق جنسی متفاوت داشته باشن بچه ها تو این سن معمولا در مورد بدنشون کنجکاون ولی باید نرم های اجتماعی رو یاد گرفته باشند و بدونن که چه چی چیزهایی رو میشه در فضای عمومی انجام داد و چه چی چیزهایی مال حوزه خصوصیه از اونجایی که محیط های دیجیتال هم جزئی از زندگی اجتماعی کودکان محسوب میشن باید بهشون یاد داد که روابطشون رو در فضای دیجیتال هم بتونن تنظیم کنن چطور با افراد غریبه صحبت کنن و چه چیزهایی رو در فضای مجازی منتشر یا همرسانی کنن باید تاکید کنم که دخترها و پسرها باید هر دو در مورد دیگری هم اطلاعات داشته باشند و نباید فقط اطلاعات مربوط به خودشون رو بدونن. اغلب بچه های بین دو تا چهار سال کنشکاف هم بدونن بچه چطور درست میشه از اونجایی که تو این سن میتونن نکات اصلی تولید مصر رو بفهمن میشه بهشون توضیح داد که اسپرم و تخمک با هم ترکیب میشن و جنین درست میشه بعد بچه در رحم مادر شکل میگیره و بزرگ میشه تا به دنیا بیاد فکر نکنین که همه چی رو باید یه جا توضیح بدین سعی کنین اطلاعات رو به مرور و بسته به سن و فهم بچه و سوالاتی که میکنه پاسخ بدین مثلا بچه های کوچیکتر بیشتر دوست دارن در مورد بارداری بدونن در این محله خوبه که داستان به دنیا آمدن خودشون رو براشون تعریف کنین تا سالات بیشتری نکردن لازم نیست براشون راجع به عمل جنسی توضیح بدین از همین سنین میشه به بچه ها توضیح داد که خانواده فقط مجموعه یک مرد با یک زن و بچه یا بچه هاشون نیست و والدین یک کودک میتونن دو فرد همجنس هم باشن با ها میشه با جزئیات بیشتری در مورد مسائل جنسی صحبت کرد. گفتگوها میتونه در مورد عادت ماهانه، خود ارزایی، رویای خیس یا انزال شبانه و تغییرات جسمی در دوران بلوغ باشه تا وقتی این شرایط براشون پیش اومد بدونن که این تجربیات طبیعی هن. علاوه بر این باید در مورد رابطه سالم و ناسالم و اهمیت رضایت در رابطه جنسی عاطفی هم صحبت کرد. همینطور باید راه های پیشگیری از بارداری و رعایت بهداشت جنسی رو به اونها یاد داد و با اونها در مورد بیماری های صحبت کرد این گفتگوها به هیچ وجه نباید به نوجوان تصویر منفی از رابطه جنسی بده طوری که اونها رابطه جنسی رو خطرناک تصور کنند لازمه این گفتگوها راحتی پدر یا مادره و اگر این حس وجود نداره بد نیست از اطرافیانتون در این مورد کمک بگیرید خیلی مهمه که بچه ها از سنین پایین آموزش جنسی داشته باشن تا هم به کنجکاویاشون پاسخ درست داده شده باشه و هم در صورت دیدن پرن بدونن که اینها مثل انواع دیگه از فیلم ها ساختگی هن. باید به بچه ها گفت ممکنه موقع استفاده از اینترنت به فیلم ها یا تصاویری بر بخورن که براشون شوک کننده باشه در این جور شرایط میتونن با والدین صحبت کنن سعی کنین بچه ها رو در این مواقع سرزنش یا تنبیه نکنید تا جرأت کنن با شما این تجربیات رو در میون بذارن اگر این شرایط پیش اومد باید به اونها گفت که این فیلم ها واقعی نیستن و هنرپیشه ها این نقشه را برای بزرگسالان بازی می کنن و روابطی که در این فیلم ها بین مردها و زنان حاکمه با یک رابطه جنسی سالم خیلی فرق میکنه. باید گفت در این فیلم ها اغلب رضایت طرف مقابل در نظر گرفته نمیشه و خواسته یکی بر دیگری تحمیل میشه. والدین باید توضیح بدن که دیدن این فیلم ها میتونه برای رشد جنسی بچه ها تاثیر منفی داشته باشه.